سلطان. این لقبی نیست که به هر بازیکنی در فوتبال داده بشه، ولی اون هر بازیکنی نبود. تو سن و سال پایین یه روز که تو طباخی پدرش در بازار تهران نشسته بود، انگار که یاد یه موضوع خیلی مهمی افتاده باشه، با شور و اشتیاق خاصی زد بیرون و راهی خیابون شد. فقط یه چیز تو این دنیا وجود داشت که اونو تا این حد به وجد می آورد. فوتبال. اونم تو زمین خاکیای محله دروازه دولاب یا همون خیابون عارف امروز. بازیکن تیم عارف بود. البته اونجا موندگار نشد و خیلی زود مسیرهای ترقی خودشون اومدن سراغش. بله، همیشه دیگران بودن که به خاطر استعداد ناب و توانایی‌های خارق‌العاده علی پروین می اومدن دنبالش. مثل وقتی که از باشگاه البرز اومدن کنار زمین تمرین و بهش گفتن که بیا و برای تیم ما بازی کن. اون البته این پیشنهاد رو جدی نگرفت و مسئولان باشگاه یک هفته بعد بازم اومدن دنبالش. این بار دیگه قبول کرد تا برای این تیم بازی کنه. این تازه شروع مسیر پرافتخاری برای سلطان فوتبال ایران بود. چرا که چند وقت بعد بازم اومدن دنبالش. این بار از یک تیم حرفه‌ای‌تر به نام پیکان. تیمی که به کمک این بازیکن توانمند و درجه یک تونست تو سال 1347 قهرمان لیگ منطقه‌ای بشه و به دسته یک باشگاه‌های تهران صعود کنه. این شاید مهمترین قهرمانی علی پروین بود. البته فقط تا اون زمان، چون بعدش تا دلتون بخواد قهرمانی دید و تیم و نسل‌های زیادی رو در سطح یک فوتبال ایران قهرمان کرد. خیلی زیبا در دقیقه پنجم علی پروین کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس. علی پروین 33 عنوان قهرمانی تیمی با پرسپولیس و تیم ملی فوتبال در عرصه‌های مختلف داره که از جمله مهمترین هاش میشه به دو قهرمانی در جام ملت‌های 1972 و 1976، قهرمانی در بازی‌های آسیایی 1974 به عنوان بازیکن و 1990 به عنوان سرمربی، حضور در دو المپیک 1972 و 1976، حضور در جام جهانی 1978 و قهرمانی با تیم محبوبش یعنی پرسپولیس، اونم بارها و بارها اشاره کرد. خوب به پروین، فرصت برای شوت داره. پروین از اون دسته اسطوره هایی که اکثر فوتبال دوستای ایرانی فارغ از رنگ و تعصب و کریخونی های فوتبالی واقعا دوستش دارن. خودش هم همیشه میگه در کنار پرسپولیس که تمام وجود منه، تیم دوم من استقلاله. سلطان فوتبال ایران تو جام ملت های آسیا در سال 1976 تکل ایران مقابل کویت رو در فینال بازی ها به ثمر رسوند. این گل اونقدر ارزشمنده که کافیه بدونید جام ملت‌های 1976 آخرین باری بود که ایران در آسیا قهرمان شد. خودش همون گل رو بهترین گل تمام دوران فوتبالیش میدونه. پروین دو سال بعد یعنی سال 1978 با تیم ملی ایران راهی جام جهانی آرژانتین شد و بازوبند کاپیتانی رو هم به بازو بست. اون جام جهانی برای ایران اهمیت خیلی زیادی داشت، چون اولین بار بود که تونسته بودیم جواز حضور در این رقابت‌های مهم رو کسب کنیم. ولی بازی‌های جام جهانی تنها مسابقات مهم اون سال‌ها نبود. تو همون دوران تیم ملی ایران در دیداری دوستانه و تاریخی به مصاف فرانسه هم رفت. فرانسه‌ای که اون زمان یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال یعنی میشل پلاتینی رو در ترکیب خودش می‌دید. بازی سختی به نظر می‌رسید، البته نه برای اسطوره‌ای مثل علی پروین. برای اثبات این موضوع پروین کری جانانه‌ای هم خونده بود. یکی از خبرنگارا ازش پرسیده بود که چه برنامه‌ای برای مهار میشل پلاتینی داری؟ اونم خندیده بود و گفته بود که اون باید برای مهار ما برنامه داشته باشه. درستم میگفت. تیم ملی ایران تو اون سالها اصلاً یک تیم دست و پا بسته نبود. البته اون بازی رو با نتیجه 2-1 واگذار کردیم. اونم با گلی که فرانسوی‌ها تو دقیقه 90 با سختی خیلی زیاد به ثمر رسوندن. این تنها خاطره جالب و متفاوت پروین تو مستطیل سبز نیست. یه بارم منچستری‌ها با مبلغ 500,000 تومان که اون زمان خیلی پول زیادی بود بهش پیشنهاد همکاری داده بودن که پروین با همون شخصیت خاص خودش در جواب گفته بود تیر چراغ محلمون رو هم به این پولا نمیدم. اون زمان لژیونر شدن خیلی مثل الان باب نبود و بیشتر بازیکنهای فوتبال تعصب تیم خودشون رو میکشیدن. مرور زندگی ورزشی علی پروین و گفتن دربارش هم سخته و هم آسون. سخت از این بابت که میخوای درباره یکی از بهترین ورزشکارای تاریخ این سرزمین صحبت کنی و آسون از این بابت که در زمینه فوتبال هر قله افتخاری رو که در سطح یک فوتبال ایران در نظر بگیری میتونی تو زندگی ورزشی این اسطوره فراموش نشدنی سلطان علی پروین ببینی.